یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره، پیش بوسای تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی. درود به برنامه شب یلدای سال 1399 خوش آمدید. من شهرزاد خادم‌آدم هستم. این برنامه از طرف خانه فرهنگ و هنر ایرانیان آریزونا برای شما تدارک دیده شده. چند قسمت این برنامه از سالهای گذشته هست ولی بقیه جدید هستن و برای امسال تهیه شدن. مثل همیشه دوستان زیادی روی صحنه و پشت صحنه داوطلبانه با ما همکاری کردن که از تک تک آنها سپاسگزاریم. دو دوست نازنین من، ساینا جان و سایا جان، در اعلام برنامه ها ما را یاری میکنم. عمرتون صد شب یلدا، دلتون قدر یه دنیا، توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما. دل خوش باشد نصیبت، غم بمونه واسه فردا، یلداتون مبارک. من سای هاشمی هستم و من ساینا هاشمی هستم. یلداتون مبارک. الان سرود زیبای ای ایران رو میشنویم که آنکا اون برای ما میخونه. ای مرد پرگوهرت، ای خاکت صد چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده ما نی تو جاودان. جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیش هم، دور از تو نیست اندیشه هم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. آنیکا جون برای ما خیلی خوب شعر خونده، امیدوارم که دوست داشتی. من که خیلی دوست داشتم. برنامه بعدی آقا دکتر در مورد یلدا حرف میزنه و عمو علی با خاله لیا برای ما آهنگ میخونه. اینی که میترا یا مهر یا خورشید عامل حیات بوده و زندگی رو بر مبنای اون میسنجیدن، چرا که انسان‌های اولیه نمادهای طبیعت رو مثل ماه و خورشید و نمیدونم باران و ستاره و اینها رو میپرستیدن و پرستش خورشید به عنوان یک عامل حیات، که امروز هم میدونیم که خورشید یک نقش مهمی در حیات زمین داره، یک اصل مهم بوده. از زمانی که تقویم رایج شد، تقویم درست، چون قبل از اینها تقویم‌ها بر مبنای حرکت خورشید بود و روز شب‌ها رو حساب می‌کردن و زمان‌ها خیلی کامل نبود. از زمانی که زمان ملکشاه سلجوقی، خیام و دوستانش اومدن تقویم به اصطلاح ملکشاهی رو بنیانگذاری کردن، زمان‌ها خیلی مشخص شد و بسیار یکی از دقیق‌ترین تقویم‌هایی که هنوز که هنوز وجود داره، حتی تقویم‌های میلادی هم بسیار بسیار دقیق‌تره. طبق تقسیم بندی تقویم جلالی، اولین روز زمستان زمانی است که دوره شب طولانی تر از روزه و طولانی ترین ساعات شب رو در اون زمان داریم و به همین دلیل یلدا همیشه مظهر طولانی بودن بوده. I'm gonna make you mine.
حرفای آقا دکتر خیلی یاد گرفتیم. مشاهیم خیلی قشنگ بود. برنامه بعدی از بچه های مدرسه داریوشه. من نیکی هستم، در کلاس اول مدرسه داریوش در آریزونا درس میخوانم. امروز و همکلاسیام آرتین، پریا و دریا شعر سرمندان ایران را برای شما میخوانیم. ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم، ما سرزمین خود را مانند جان میرانیم. ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، از بحر حفظ ایران باید توانا باشیم. آباد باش ای ایران، آزاد باش ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. شب یلدا مبارک، شب یلدا مبارک، شب یلدا مبارک، شب یلدا مبارک. برنامه بعدی تون کردن اناره که خیلی قشنگه، که امیدوارم که لذت ببرین. شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، پیش بوسای تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. تو مثل بارونی، تو دل مهمونی، دلم و دلم و دلم میمیره واسه تو که جونی. تو این شب یلدا که نمیشه فردا، دلم و دلم و دلم میره با تو تا ته رویا. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه مستشنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیشم میاره، میشه بوسای تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. بچه های مدرسه داریوش خیلی قشنگ خوندن، برشم من خیلی دوست داشتم. من مراسه دون کردن انار دوست داشتم که شارم پر از رنگ بود. و انار خوشمزه برای شب یلدا. برنامه بعدی خاله شهرزاد در مورد یلدا حرف میزنه. بعدشم آهنگ زیبای عمو علی و خاله لایا رو میشنویم. خیلی ممنون. من چند روز پیش توی اینترنت یه قسمتی دیدم، یه مقاله توی پارس نیوز بود و یه قسمت‌های راجع به شب یلدا بود. با آقای دکتر هماهنگ کردم قسمت‌هایی رو که ایشون نمی‌گفتن، برای اینکه تکراری نباشه اونا رو من براتون میگم. یه قسمت‌هایی بود برای خود منم جالب بود، جدید بود، حالا شاید شما شنیده باشین، ولی قسمت‌هایی بود که در شهرهای دیگه اجرا می‌کنن و بعضیاشو من نشنیده بودم، حالا شاید برای شما هم جالب باشه. یه ماه پیش این مقاله چاپ شده بود به نام داستان شب یلدا از گذشته تا امروز، که در شهرهای مختلف چه کارهایی رو انجام میدن. خواندن کتاب و قصه گویی در گذشته، نبودن رسانه‌های تصویری و مکتوب باعث می‌شد فرهنگ شفاهی سینه به سینه منتقل شود. قصه گویی و نقل افسانه‌ها از این فرهنگ برخاستند. با مکتوب شدن داستان‌ها و ورود اسلام به ایران، مطالعه کتب از جمله قرآن و داستان‌های کهن ایرانی در شب یلدا نیز مرسوم شد. برای مثال در فریدون شهر ختم انعان میگیرند و به تلاوت کنندگان هدیه میدهند. شبیه این مراسم در طالقان نیز در خانه بزرگ ده برگزار میشود. مردم در خانه بزرگ ده جمع میشوند و قرآن میخواند و برای پرباری محصول دعا میکند. گلپایگانی ها شاهنامه خوانی را با نام حضرت علی شروع میکنند.
و در تهران قدیم هم رفتن به قهوه خانه و گوش دادن به صدای نقال رواج داشت. در شاهرود هم 90 بیتی ملاقات خضر و امام علی را می‌خوانند. در کردستان نیز تا بانگ خروس داستان حسین کرد می‌گویند و هر کسی در حین داستان حرف بزند جریمه می‌شود. مادر بزرگ‌های قزوینی داستان ننه سرما می‌گویند. اگر ننه سرما گریه کند باران می‌بارد. اگر پنبه لحاف را بیرون بریزد برف می‌بارد. و اگر گردنبند مرواریدش پاره شود تگرگ می‌بارد. کرمانی ها هم افسانه قارون می‌خوانند. پیرمرد هیزم شکنی که شب یلدا به خانه فقرا می‌رود به جای هیزم طلا به آنها هدیه می‌کند. این داستان ها بخشی از اعتقادات مردم را نشان می‌دهد و مبارزه خیر و شر، پیروزی خوبی به بدی در تمام افسانه ها و داستان های ایرانی هویداست. آوازخوانی ها که الان ما انجام دادیم، خواندن سرودها و آوازهای محلی متناسب با شب یلدا و زمستان با گویش و لهجه محلی هر استان بخش دیگری از آداب کهن این شب است. در شرق بابل افراد به ترتیبی که نشستند باید نوبت به نوبت سرود و آواز بخوانند. در خمین نیز فردی که صدای خوبی دارد نام خوراکی های شب یلدا را میگوید و بقیه هم در جواب باز شب یلدا آمد را تکرار میکنند. در کاشمر فردی نی و دیگری درباره زمستان میخواند. آوازهای محلی به دور از یأس و ناامیدی سرشار از رنگ و شادی برای نشاط بیشتر در این شب اجرا میشود. بعد مردم در این شب بازی هایی هم می کنن. بازی برای بالا رفتن همکاری، شادی و همدلی بهترین الگوست. ایرانیان از دیرباز به بازی توجه خاصی نشان می دادن. به طوری که در تمامی جشن ها از جمله یلدا با بازی های محلی به صورت گروهی اجرا می شد و کمتر شاهد بازی های انفرادی هستیم. در آذربایجان جورا بازی مرسوم است. این بازی شبیه گل یا پوچ خودمونه، با این تفاوت که تیم مقابل باید جای سکه را در جورا به حریف تشخیص بده و نقل معما و مسابقه خواندن دو بیتی آذری هم مرسوم است. همدانی ها هم فنجان بازی میکنن و گل را زیر فنجان مخفی میکنن. حالا اینا یه نمونه هایی از بازی ها بود که البته مقاله طولانیه، من خستتون نمی کنم، فقط یه قسمت هایی رو با هم انتخاب کردیم که براتون بخونم. یه مقدار زیادشو من کم کردم. باز از مراسم و اعتقادات و باورهای مردم بخش اصلی و سنت ها رو تشکیل میده. اعتقاداتی که انسان دوستی ایرانیان رو نشون میده. برای مثال در یکی از اعتقادات زیبا در کردستان، هر خانواده‌ای که استطاعت خوبی داره برای خانواده‌های فقیر در همسایه خود شام می‌بره. برای زنان باردار خربوزه ترش و تنقلات شب یلدا می‌بره. در مازندران هم برای همدلی به خانه کسانی که به تازگی عزیزی از دست دادن می‌روند و التیام می‌دهند. در ایلام برای کمک به فقرا جوانها با چوب دستی به در خانه همسایه میرن و از همسایه ها برای فقرا تنقلات میگیرن. جاهران آهنگ زیبا شنیدیم.
برنامه بعدی خاله نادره برای ما حافظ میخونه. بعدشم نیکی جون از مدرسه دارالوش برای ما شعر میخونه. با درود به شما نازنینان، من نادره هاشمیان هستم و مدت 7 سال است که در مدرسه داریوش در آریزونا تدریس زبان فارسی می نمایم. اکنون به مناسبت شب یلدا غزلی زیبا از غزلیات حافظ را برایتان می خوانم تا شاید کمی حال و هوای من را در وضعیت کنونی بهتر کنم. همونطوری که همه ما می دانیم، جناب حافظ در غزلیاتش صحبت از صدق و راستی و عشق و محبت می کنه و همیشه ما رو از ریا و دروغ دور می کنه. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. نبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. شب یلداتون مبارک. سلام، من یکی هستم. امروز برای شما شعر شب یلدا را میخوانم. سیوم آذر و یک شب زیبا، یه شب بلند به اسم شب یلدا. شب شب نشینی و شادی و خنده، شبی که واسه همه خیلی بلنده، همه اهل خونه خوشحال و خندون، آجیل و شیرینی و میوه فراوون، شب قصه گفتن و یاد قدیما، قصه لاحف کنه ننه سرما. شب یلدا که سحر شد فصل پاییز میره، جای پاییز رو زمستون میگیره، ننه سرما باز دوباره بر میگرده، کوله بارش رو پر از سوغاتی کرده. زیبای حافظ رو شنیدیم که امیدوارم که دوست داشتین. و شعر ننه سرما که نیکی جون برای ما خونده که خیلی قشنگ. برنامه آخر ما نمایشه. خاله نرگس با خاله نسیم برای ما اجرا میخونه. دوباره یلداتون مبارک. برف میبارد، برف میبارد به روی خارها سنگ، کوها خاموش، درها دلتنگ، راهها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس نکته ها کنجاست. آسمان باز، آفتاب زرد، باغ های گل، دشت های
دیدن و پیکر، سر برون آوردن گل از درون برد، آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن، کار کردن، کار کردن، آرمیدن. یا شب پرفی پیش آتش ها نشستن، دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست، گر بیافروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. زندگی را شعله باید برفروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده، جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل روید آزاده، چشمه ها در سایبان های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش. سربلند و سبز باش ای جنگل انسان. داستان ما ز آرش بود، او به جان خدمت گذار باغ آتش بود. روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره، زندگی سرد و سیه چون سر، روز بدنامی، روزگار ننگ، ترس بود و بالهای من، کس نمی جنبی چون بر شاخ برگ از برگ، سنگر آزادگان خاموش، خیمه‌گاه دشمنان پر جوش، مرزهای مرگ همچو سرحدات دامن گستر اندیشه بی سامان، برج‌های شهر همچو باروهای دل بشکسته و ویران، دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو، انجمنها کرد دشمن، رایزنها گرده هم آورد دشمن، تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند، هم به دست ما شکست ما برندشند. یافتند آخر فسونی را که می جستند، چشم ها با وحشتی در چشم خانه هر طرف را جستجو می کرد، وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد. آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرز را پرواز تیری می دهد سامان، گر به نزدیکی فرود آید خانه ها ما تنگ، آرزو من کور، ور به پرد دور تا کجا، تا چند؟ آه کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان، بی نفس می شد سیاهی در دهان صبح، باد پر می ریخت روی دشت باز دامن البرز، لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت در داور، دو دو و سه سه به پچ پچ گرد یک دیگر، کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته، خلق چون بحری برا شفته به موج آمد خروشان شد، و مردی چون صدف از سینه بیرون، منم آرش، چنین آغاز کردن مرد با دشمن، منم آرش سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده، مجویدم نسب فرزند رنج و کار،
گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار. در این پیکار در این کار دل خلقیست در مشتم، امید مردم خاموش هم پشتم. کمان کهکشان در دست، کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیق سربلند کوه مهوایم. به چشم آفتاب تازه رس جایم، مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. ولی کنچاره را امروز با زور و پهلوانی نیست، رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامان ساز، پری از جان بباید تا فرو نشیند از پرواز. اصلاح سر به سوی آسمان برکرد، به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد. درود ای واپس این صبح، ای سر به درود، که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود. به صبح راستین سوگند، به پنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پس آنگه بیدرنگی خواهدش افکند. زمین می داند این را، آسمان ها نیز، که تن بی عیب و جان پاک است. نه نیرنگی به کار من، نه افسونی، نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است. درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش، نفس در سینه ها بیتاب می زد جوش. دلم از مرگ بیزار است، که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است. ولی آن دم که از اندوهان روان زندگی تار است، ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است. همان بایسته آزادگی است. زمین خاموش بود و آسمان خاموش، زمین خاموش بود و آسمان خاموش. تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. نظر افکند آرش سوی شهران، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در، مردها در راه سرود بی کلامی با غم جانکار. کدام این نغمه می‌ریزد؟ کدام آهنگ آیا می‌تواند ساخت تنین گام‌های استواری را که سوی نیستی مردانه می‌رفتند؟ تنین گام‌هایی را که آگاهانه می‌رفتند. دشمنانش در سکوتی ریش خندانیز راه با کردند، کودکان از بام ها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گردندند، دختران بفشرده گردن بند ها در مشت، همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش، از شکاف دامن البرز بالا رفت، بس پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را
به روی قله ها پیگیر بازگردیدم. بینشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بیتیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سواران که میراندند بر جیهون به دیگر نیم روزی در پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدن وانجا را از آن پس مرز ایران شهر توران باز نامیدند. آفتاب و ماه را درگشت سالها بگذشت، سالها و باز در تمام پهنه البرز وین سراسر قله مقموم و خاموشی که میبینی و نرون درهای برف آلودی که میدانید، رهگذرهایی که شب در راه میمانند نام آرش را پیاپی در دل کوهسار میخوانند و نیاز خیش میخواهند. با دهان سنگهای کوه آرش میدهد پاسخ، می کندشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه، می دهد امید، می نماید راه. در برون کلبه می بارد، برف می بارد به روی خار و خار آسان. کوه ها خاموش، درها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروان با صدای زنگ. میگذارم کنده هیزم در آتشدان، شعله بالا میرود پرسوز. برف میبارد، برف میبارد به روی خار و خارستان. برف میبارد آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغ شمشیر کرد آرش. زندگی زیبا، زندگی زیبا. ممنون از حضور گرمتون، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و لذت برده باشید. لبخندتون برقرار، محفلتون گرم، شادیتون همیشگی، یلداتون مبارک، شب و روزتون خوش. تا صبح دور همین با ساز و آواز، محو تماشای تو هم ای یار تناز. چشمای من چشمای تو خیره به عشقه، خوشحالم و میدونم این تأثیر